احتمالاً شنیدید که من زمانی یک کارتونیست مطبوعاتی بودم و کارتون میکشیدم در روزنامه ها. اینجا هم یک کارتون رو کشیدم، اما عمدن نوشتش رو نگذاشتم. حدوداً 20-25 دقیقه دندون رو جیگر بگذارید تا نوشته این کارتون رو به موقع براتون به نمایش بگذارم. من امروز میخوام داستان تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی ایران رو با تاکید روی دو شهر براتون تعریف بکنم. اصفهان و تهران. اولین پرسش اینه که درباره سفره‌های آب زیرزمینی ایران چه میدونید؟ من شاید این داستان رو با یک گفته از پدرم آغاز بکنم. Iran is facing a serious water crisis, and after that we would have food crisis. The reason for this dire situation is the shortage of water all around. Iran is in a very dry zone of the earth, and we receive about 1/3 of the average world precipitation. Therefore, we have to be concerned with the amount and timing of water that we receive. As about 60% of our water needs is supplied through underground, we have to manage our aquifers very carefully. ایران باستان سرزمین آبشناسان و کارشناسانی بود که می توانستند از طریق کاریزها آب را به اندازه استخراج کنند بدون اینکه آبخانها تخلیه بشن. خیلی ها به تمدن ایرانی میگفتن تمدن کاریزی. میگویند قنات پایدارترین سیستم انتقال آب در مناطق خشک، به خاطر اینکه تبخیر رو هم بسیار محدود میکنه. میرابهای ایران باستان هم این داستان رو میدونستن. چه اتفاقی افتاد که هزاران هزار کشاورز و روستایی مجبور شدند خانه و کاشانه خودشون رو در ایران نوین ترک کنند؟ این و به احتمال بسیار زیاد این یکی، بیشتر آبی که برای کشاورزی استفاده میشه از آبخانها یا همون سفره‌های آب زیرزمینی میاد. البته بعضی از نیروگاه‌های تولید برق هم منابع آب زیرزمینی رو کشیدن رو از بین بردن، مثل این یکی در نزدیکی همدان که زمانی یکی از دشت‌های بسیار پرآب کشور بود. حالا ببینیم این نیروگاه‌های حرارتی و کشاورزی در کنار همدیگر چه بلایی می‌توانند بر سر یک دشت سرسبز بیارن مثل دشت کبودراهنگ در همون نزدیکی همدان. 80 بود. قرار بود ما بیایم اینجا زمینه رو شخ بزنیم. اومدیم صبح سر زمین تراکتورا رو بندازیم، دیدیم بله زمینه نزدیک 30-40 متر دهنیش بود. رو به پایین نزدیک 70-80 متر عمقش بود. بعد از جنگ جهانی دوم و آغاز کار اصل 4 ترومن، بسیاری از ایرانیان با سیستم‌های حفر چاه عمیق و پمپ‌های دیزلی استخراج آب آشنا شدند. در ابتدای دهه 40 اصلاحات اراضی مورد نظر پادشاه ایران این امکان رو برای خیلی از کشاورزان فراهم کرد که مالک زمین خودشون باشن و با استفاده از وام‌هایی که میتونستن از بانک‌ها بگیرن، این امکان فراهم شد که به اندازه‌ای که دوست دارن آب رو از زیر زمین بکشن بیرون. نبود نظارت و همچنین عدم اعمال بسیاری از مقررات باعث شد که تعداد زیادی از آبخانهای مختلف در کشور کم آب بشن. In the past 60 or 70 years, we have over-exploited our aquifers to the tune of on average 7 to 8 cubic kilometer a year. Therefore, we have to replenish this water. If we continue using this much groundwater, you are going to end with dry aquifers and mass death of our people. بعد از اینکه پادشاه ایران در سال 1338
سد هوور رو دید و عاشق سد سازی شد، بسیاری از مقام های کشور عملا بی توجه بودند به سرنوشت آبهای زیرزمینی. پیش از انقلاب سال 57 گرفتن مجوز حفر چاه یک کمی داشت سخت‌تر می‌شد، اما بعد از پیروزی انقلاب شرایط برای کشاورزان راحت‌تر شد. رهبران دولت جدید بسیار از کشاورزان را بدون توجه به آبی که مصرف می‌شد برای کشاورزی تشویق به کشت بیشتر غلات کردند. خیلی از کشاورزان بدون داشتن مجوز چاهای زیادی حفر کردند. البته کمتر توجه می‌شد به میزان تغذیه سفره آب زیرزمینی در مقابل آبی که برداشت می‌شد از آبخان، و این باعث شد تعادل آبخان‌ها در بسیاری از مناطق کشور به هم بخوره. این نشانه خوبی نبود. رهبران جدید فکر میکردن که ساخت سدهای بزرگتر و بیشتر نشانه ای از سازندگی و سعادت و ثروت کشوره. در بهار 1382 یادداشت در روزنامه نوروز درباره سیاستهای آبی دولت خاتمی نوشتن و از دولت و وزارت نیرو به خاطر سدسازیهای بی‌رویه و بی‌توجهی به نتیجه سیاستهاشون انتقاد کردن. رئیس جمهوری من رو به دفترش احضار کرد و من اون رو سه روز بعد از انتخابات سال 1380 در ساختمان ریاست جمهوری ملاقات کردم. من پدرم رو هم همراه خودم بردم. به خاتمی هشدار دادیم که زیاده روی در ساخت سدها و ادامه روش‌های سازه‌ای بدون توجه به وضعیت آبخانها شرایط سختی رو برای کشور در دهه‌های آینده فراهم خواهد کرد. در دهه بعد از اون دیدار هزاران هزار روستای کشور به خاطر کمبود منابع آب از سکنه خالی شد و کشاورزان مجبور شدن به حاشیه شهرها مهاجرت کنند. We have water shortage in many places in hundreds of villages which are short of water. In the old days they used to be supplied by qanats or kharis, but most of them have been dried due to the overexploitation by powerful pumps. البته دولت خاتمی هم حرفای ما رو جدی گرفت. یکی اینکه حرفای پدرم رو نادیده گرفتن درباره وضعیت آبهای زیرزمینی، و همچنین من هم سانسور شدم. در دهه بعد بسیاری از روستایانی که اتکاشون به قنات‌ها بود عملاً به خاطر چاه‌های عمیقی که سفره‌های آب زیرزمینی رو خالی کرده بودند بی آب شدن و راهی نداشتن جز مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها، اما شهرهایی که یکی یکی به خاطر کمبود منابع آب زیرزمینی نشست می‌کردند. اصفهان یکی از حساس‌ترین نقاط کشور از منظر نشست زمین محسوب میشه و آبخان اصفهان برخار که شهر اصفهان روش قرار داره موقعیت بسیار بدی پیدا کرده و بیشتر از نیمی از آب اون از دست رفته. اگر برداشت آب با همین وضعیت ادامه پیدا کنه و این آبخان تغذیه نشه، بین 9 تا 15 سال دیگه این آبخان هم به طور کامل از بین میره. بستر خشک زاینده رود که همه رو نگران کرده خشکیش، در همین ماهای گذشته بستر اعتراضات مردمی بود. اصفهان که زمانی پایتخت ایران بود، این روزها داره به خاطر نشست زمین در عمل در زمین غرق میشه. تا دهه های گذشته مدیران آب اون منطقه توانسته بودن به روش های پایدار این شهر رو با وجود خشکسالی های بیشمار سرپا نگه دارند و اون رو برسونن به نسل های فعلی که در زمان زندگی اونها آبخان این شهر داره عملا از بین میره.
بعد از جنگ جهانی دوم مدیران آب کشور تصمیم گرفتن که آب یکی از سرشاخه های کارون رو منتقل بکنن به زاینده رود. در دهه 40 شمسی دولت سد بزرگی رو ساخت و به وسیله اون جریان زاینده رود رو تنظیم کرد. این حجم بزرگ آب نشانه ثروت به حساب می اومد و در همین دوران بود که سطح زیر کش در حوزه زاینده رود افزایش بسیاری یافت. بعدن دولت کارخانه ذوب‌آهن رو در فلات بسیار خشک ایران مرکزی افتتاح کرد که تکیهش روی آب زاینده رود بود. بعد از انقلاب 57 دولت کارخانه فولادی که قرار بود کنار خلیج فارس در نزدیکی بندر عباس ایجاد بشه رو در محدوده مبارکه افتتاح کرد. دولت آب بیشتری از زاینده رود می برد برای اینکه فولاد بیشتری تولید کنه. از سال 1377 خشکسالی طولانی شروع شد و با کاهش منابع برف و کم شدن میزان بارندگی زاینده رود هم وضع نابسامانی پیدا کرد. زاینده رود که از زردکوه بختیاری سرچشمه میگیره مهمترین رودخانه فلات ایران مرکزی محسوب میشه. میگویند مردم هزاران سال پیش در کنار این رودخانه ساکن شدند و شهر اصفهان عملاً شکل گرفت. میگویند تا سالهای گذشته آبی که جریان پیدا میکرد در زاینده رود بالغ بر 1,400,000,000 متر مکعب بود که بیشتر از 650,000,000 متر مکعبش از سرشاخه ها و سفره های آب زیرزمینی بود و میگویند بقیهش از سرشاخه های کارون گرفته شده. دولت به دنبال این هست که آب بیشتری از حوزه کارون به حوزه زاینده رود منتقل بکنه و این میتونه مشکلات متعددی رو برای استانهای همجوار ایجاد کنه. میزان مصرف آب شرب و شهری در حوزه زاینده رود از 60,000,000 متر مکعب به بالغ بر 400,000,000 متر مکعب افزایش پیدا کرده. البته بخشی از این آب داره به شهرهای کاشان و یزد در حوزه های مجاور منتقل میشه. همچنین گفته میشه که صنایع 70,000,000 متر مکعب از آب زاینده رود رو صاحب شدن و البته منابع آب دیگری مثل آب بازچرخانی شده نیازهای اونها رو تامین میکنه. میزان آبی که برنامه ریزان میخواهند از زاینده رود بردارن برای کارهای مختلف بالغ بر 1.5 میلیارد متر مکعبه، اما میزان آبی که در سالهای اخیر جریان داشته سالانه چیزی حدود 1,100,000,000 متر مکعب و حتی کمتر بوده. در نتیجه کسری آبی که برنامه ریزی کردن براش از آبخانها داره تامین میشه. پس از آغاز خشکسالی در دهه 70 شمسی کشاورزان کمبود آب خودشون رو از طریق حفر بیشتر چاه‌ها تامین کردند. تدریجاً تعادلی که میان رودخانه و آبخان وجود داشت از بین رفت و آرام آرام نشانه‌های نشست زمین عیان شد. شبکه‌ای از کانال‌ها به نام مادی آب را از زاینده رود به نقاط مختلف دشت می‌بردند و این مادی‌ها کمک می‌کردند که آبخان زیر اصفهان تغذیه بشه، اما با خشک شدن زاینده رود این مادی‌ها هم بی آب موندن و تغذیه مصنوعی عملاً انجام نمی‌گرفت. بعد از آغاز خشکسالی شهرداری اصفهان شروع کرد به حفر چاه‌هایی برای استخراج آب. بنا به چیزی که گفته میشه بخشی از این آب که بایستی صرف شرب بشه عملاً به صنعت با قیمتی بسیار بیشتر فروخته میشه. برخی مقام ها میگویند که در دشت اصفهان برخار بیشتر از 5400 چاه آب وجود داره که 3600 چاه فعالشون در خود شهر اصفهان قرار دارن. البته برخی منابع میگویند تعداد چاه ها بالغ بر 27000 تاست. این چاه‌ها تنها گزینه‌های استخراج آب برای کشاورزان هستند، اما امروزه می‌دونیم که بیشتر از نیمی از آبخان بزرگ اصفهان
عملاً بی آب شده و آب باقی مونده هم داره بسیار شورتر میشه، به نحوی که بسیاری از چمنکاری ها و درختان جوانی که کاشتند به خاطر همین آب شوری که از زیر زمین کشیده شده برای آبیاری اونها خشک شده. برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی باعث نشست بیش از پیش زمین در نقاط مختلف شده که این نشست زمین نامتقارن هست و خیلی از مناطق دارن آسیب می‌بینن از این پدیده. این نشست در حاشیه دشت ممکنه چند میلیمتر باشه، اما در مرکز دشت نزدیک حبیب‌آباد و بعضی از شهرک‌ها به بیشترین حد خودش، یعنی حدود 18 سانتی متر در سال میرسه و خونه‌های زیادی دارن خراب میشن و مردم مجبور شدن خیلی از این خونه ها رو ترک کنند. یکی از کارشناسان ارشد وزارت راه و شهرسازی به من گفت که نشست زمین باعث شده که به خاطر تخریب بسیاری از خونه ها و همچنین وجود چند گسر فعال در محدوده دشت اصفهان برخار، اصفهان تبدیل به یک شهر پر ریسک تر بشه از منظر زمین لرزه. رضا اسلامی رئیس سازمان زمین شناسی در استان اصفهان معتقده که تداوم نشست باعث افزایش تخریب میشه و این تخریب ها به بیشتر از 6000 اثر باستانی و تاریخی از ساختمان های مسکونی گرفته تا مساجد و پل ها آسیب خواهند رسوند. فرض بکنی الان زلزله بم افتاد دیگه، اگه شما اون موقع اینا میدیدی چی میگفتی؟ گفتم ممکن زلزله هم اینجا اومده باشه. آره یعنی با اینجا رو باز من عنوان نمی کنم، دوربین رو به شفانی دون و اینجا قطعا میگفتم زلزله است. قطعا میگفتی اگه عامل زلزله نیست؟ حالا چه اتفاق افتاده اینجا؟ وقتی زلزله میاد من امید به بازسازی دارم، ولی وقتی فرو نشست اتفاق میفته مفهومش که اون دشت رو نگاه کنی خوش شده. من امیدی دیگه دوباره به ساختن این دیگه نخواهم داشت. تفاوت این دوتا یه تفاوت اساسیه. درست. یعنی ما ساختگاهی رو داریم که فقط بنا توش از بین رفته توی زلزله، ولی توی فرو نشست ما ساختگاه رو از بین بردیم و بعد بنا رو. اینها دوتا اختلاف کلی با هم دیگه دارن. به نظر من زلزله یک همه رو خاموش میکنه. دقیقا اتفاقی که ما میگیم تو 1409 که خوشبینانش 1416 باشه که آبخان آبش تموم میشه، اتفاق بر اصفهان خواهد افتاد. ببین اکثر اونها صبح هم ما صحبت داشتیم دیگه با شهردار محترم دامنه صحبت داشتیم، اینها اکثرا رسیده به کف، یعنی عنوان میکنن که اینجا کشت اضافه شده و در این حال دفعات کشت هم اضافه شده. یعنی درست ما بهره‌وری رو انجام دادیم، ولی میزان مصرف به حدی که از میزان کاهش یا راندمانی که بر بهره‌وری ایجاد کردیم باز هم میزان مصرف بیشتره. پس بنابراین اکثر این چاه‌ها تقریبا تا کف پایین رفتن، یعنی ما آبخان رو تقریبا تخلیه کردیم. اطلاعات ژئوفیزیک هم به ما همین رو میگه، ما 4/5 آبخان رو تخلیه کرده بودیم تو اون زمان تو دامنه، توی دامنه. پس بنابراین مهم این هستش که زمانی که ما ساختگاه رو از بین بردیم توجیهی برای ساخت هم دیگه وجود نخواهد داشت. یه سوال دیگه، این ترک ها که رو دیوارا هست اینا یهویی ایجاد شده یا بدعی بوده؟ نه به تدریج بودی یهویی این ترکه به این گندگی نیست، تدریجی به تدریج ترک ها باز و بازتر میرسه تا برسه به این موضوع. به این ترک ارزش حد اکثر 50 سانتی، اما بغل ها هم این بغل یه ترک دیگه جا شده، اینجا یه ترک دیگه و همینجوری میریم یهویی. این ترک های حلقوی که سمت حسین آباد ما میدیدیم اینجا داریم اینی و یهو این پدیده بسیار عالی، یک فروچاله دکتر 8 متر هست. آره دکتر به خدا اگه تناب بود من میرفتم، من اگه تناب داشتی میرفتم توش. آره اختلاف ارتفاع اینجا با اونجا چیز اولش 1.5 متره، یعنی این 100 و 100.5 متر اختلاف ارتفاع داره. حالا دوباره ادامه بدیم به حرکتمون، چه اتفاقی میفته؟ دوباره ترک های جدید شروع میشه. بله به موازات هم
ببینید اینا قدیمیه و اینا جدیده، اینا جدیده، تمامی این طرف ها جدیده، جدید. درزش باز شده، انگوش قشن، یه انگوش داخل میره. وای جدی جدی اینجا میخوای شما؟ بله باور کرده وقت اون پشتتون هم هست اونجا. از نخواب تو خدا اینجا خیلی خطر داره. ایس اینجا نخواب چند سال پیش دو دانشمند ایرانی مقاله‌ای رو منتشر کردند که بر اساس اون بین سالهای 1382 تا 1396 سه منطقه در تهران دچار نشست بسیار شدید هستند. از منطقه در غرب تهران با نشستی در حدود 25 سانتی متر در سال، منطقه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی با نشستی حدود 5 سانتی متر در سال و منطقه ورامین در شرق تهران با چیزی حدود 22 سانتی متر در سال. تهران یک ابرشهر در جنوب کوه توچال هست که بر روی یک مخروط افکنه بسیار بزرگ ساخته شده با زیرساخت‌های بسیار کم و نامناسب. تا صدها سال تکیه اصلی شهرهای کوچک و روستاهای این منطقه بر روی قنات‌ها و رودهای کوچکی بود که در این منطقه جاری می‌شدند. در دوران قاجار وقتی که پادشاهان این منطقه را به عنوان پایتخت انتخاب کردند، مردمان زیادی از دور اطراف به اینجا مهاجرت کردند و شرایط تغییر کرد. رشد سریع شهر تهران بعد از سقوط سلسله قاجار یعنی در دوران رضا شاه آغاز شد و پادشاه جدید آرزوهای زیادی داشت برای تبدیل این شهر به یک پایتخت بسیار مدرن. در دهه‌های 40 و 50 شمسی بسیاری از خانه سازان و شهرک سازان اومدن و خانه‌های بیشماری رو در دور اطراف تهران ساختن بی توجه به وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی و رسوبات موجود در این مخروط افکنه بزرگ. بعد از پایان جنگ ایران و عراق هم برج سازی در تهران شکل جدیدی به خودش گرفت. کارشناسان زمین لرزه زیادی منتظر اومدن یک زمین لرزه بسیار بزرگ هستند که بر اساس برخی محاسبات تعداد کشته ها از 100 هزار نفر هم فراتر خواهد رفت. دیوارها و ساختمان‌های مسکونی بسیاری در طول این سال‌ها به خاطر فرونشست ترک خوردند. همچنین میشه فروچاله‌های زیادی رو در جای جای تهران دید. سال‌ها پیش گریسی که زمانی عضو شورای امنیت ملی کاخ سفید بود و به عنوان یکی از کارشناسان مسائل سیاسی ایران شناخته میشه به من گفت که اثر یک زمین لرزه و خشکسالی بسیار بیشتر هست از اثر یک کودتای نظامی بر روی ایران. Most important activity is recharging aquifers, which have been depleted in the past 80 years after the introduction of pumps in Iran. What we do, we divert flood water from mostly ephemeral riverbeds and spread it on coarse alluvium where infiltration is very high. By so doing, not only we charge groundwater, but we make soil thicker, and actually soil building is another part of our project. It is done by nature because the flood water is turbid and we have high rate of erosion on our watersheds. The flood brings a lot of silt and clay and organic material and we spread it on the ground. By so doing, we actually increase the soil depth and on the sandy land, we stabilize the moving sites.